علی انصاریان حرکت میکنه، ضربه رو میزنه و توی دروازه گل برای تیم پرسپولیس. علی با تعصب، علی انصاریان، فوتبالیستی که تو هر مسابقه 100% مایه میگذاشت. دفاع پرسپولیس که با وجودی که یک فصل هم در تیم رقیب استقلال توپ زد، همیشه بین هر دو دسته از طرفدارهای تیم‌های بزرگ ایران و تهران محبوب بود. این فرصت توی دروازه گل دوم برای استقلال وسیله علی انصاریان. در سالهای آخر ورزش حرفه‌ای برای تیم‌های مختلفی از شمال تا جنوب ایران بازی کرد. بازیکنی که به خاطر بی‌محابا بازی کردن و مصدومیت‌های پیاپی به آقای بخیه مشهور شده بود، خاطرات قشنگی از تبریز تا بوشهر برای طرفدارها از خودش بر جای گذاشت. بچه پایین شهر تهران که به نوع سخت بزرگ شدنش افتخار میکرد. میگم که همیشه افتخار کردم که بچه پایین شهر تهران بودم. همیشه افتخار کردم بچه که بچه میدون خراسانم من. اوه چه جذاب. افتخار همه خراسان بر میدون خراسان. خب همیشه لذت بردم از اینکه گذشته فوق‌العاده سختی داشتم. تو بابا بعد از اینکه فوتبال را در 34 سالگی کنار گذاشت، آغازگر راهی شد که خیلی های دیگه بعداً این راه رو دنبال کردند. از مستطیل سبز به پرده نقره‌ای و جعبه جادویی. علی انصاریان خیلی زود نشون داد که استعدادش فقط در ورزش حرفه‌ای نیست، بلکه بازیگری هم تو خونشه. عاشق مادرش بود و در یک برنامه تلویزیونی گفت هرگز ازدواج نکرده که مادرش تنها نمونه. تو سینما شما جای خطا و جای اشتباه داری، ولی توی فوتبال هیچ وقت جای اشتباه نداری. و در نهایت به خاطر همون عشقای زندگیش، یعنی فوتبال و تلویزیون، از دنیا رفت. درد سر اینجا شروع شد. برنامه اپلیکیشن پرسپولیس در استودیوی پرس تیوی در تهران روز مسابقه استقلال و پرسپولیس. در روزگاری که همه دورکاری میکنند، اینجا در این استودیوی بزرگ بدون فاصله گذاری اجتماعی، علی انصاریان و بازیکن سابق دیگه پرسپولیس یعنی مهداد میناوند دچار بیماری کرونا میشن و هر دو به همین دلیل جان میبازند. روزهای آخر زندگی علی انصاریان با بیم و امید برای خانوادهش و طرفدارانش همراه بود، امیدی که در نهایت جواب نداد و علی انصاریان هم چند روز بعد از مهداد میناوند از دنیا رفت. پوریا جعفر، بی بی سی.